دوستان عزیزم سلام میکنم خدمت شما امیدوارم که هر کجا که هستید سلامت و شاد باشید خوشحالم از اینکه باز فرصتی خداوند عطا کرده تا در خدمت شما عزیزان باشم طبق عادت معمول سنواتی که همیشه از شما استدعا کردم که یک نسخه از کتاب مقدس را همراه خودتون داشته باشید که بتونید آیات رو دنبال بکنید امروز هم این یاداوری رو باز خدمتون رو می میکنم که اگر ممکن باشه یک کتاب مقدس در کنارتون داشته باشید برای اینکه میخوایم بریم و آیات بعدی انجیل متا در فصل پنج رو از 27 تا سی رو ادامه بدیم و بریم به فیض خدا جلوتر اما قبل از اون اجازه بدید که با هم دعای کوتاه داشته باشیم پدر جان به نام عیسی مسیح به حضور مبارکت مییم و دعا میکنیم خداوندا که زمین دل شنوندگان و مایانی رو که این کلام رو میشنوند با روح مبارکت شخم بزنی ای خداوند تا وقتی که تخم کلام کاشته میشه در عمیقترین جایگاه دل فرو بره و خداوندا سمر شایسته بیاره به نام عیسی مسیح دعا میکنم آمین از اونجایی که جلسه گذشته خدمتتون قول دادم که ادامه این صحبت رو با همدیگه داشته باشیم در فصل پنجم انجیل متا آیات 27 تا 30 عیسی مسیح خداوند رو شما میبینید که در مورد مسئله زنا تعلیم داره میده و جمله مسیح با این آغاز میشه که شنیده که به شما گفته شده زنا نکن چه کسانی گفتند همین رهبران یهود همین رهبران فریسی همین کسانی که کتاب تورات رو تفسیر می‌کردند و قبلا در موردش مفصل صحبت کردیم که چطور تفسیر خودخواهانه میکردن و به نفع خودشون میکردن مسیح میگه شنیدید که به شما گفته شده که زنا نکن اما من به شما میگویم که اگر کسی در دل خود به زنی یا به مردی به نظر شهوت بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده خب مسئله زنا برای قوم اسرائیل برای رهبران یهود بر این پایه و مبنا قرار داشت که اگر من با کسی همبستر بشم این رویداد این گناه رخ داده. اگر من شخصی رو به قتل برسونم این رویداد رخ داده. من مرتکب گناه شدم. اما عیسی مسیح استانداردهای اساسی رو که از ابتدا در کتاب مقدس از طرف خداوند و از طریق کلام خدا به قوم داده شده بود رو یک بار دیگه به یاد همه میاره و میگه این پایه و اصل نبوده پایه و اصل انگیزه و دل هست اون چیزی رو که رهبران شما امروز به واسطه خودخواهی های خودشون میخوان کج و معوج بکنند عزیزان اینجاست اون نکته اساسی و بسیار حائز اهمیت که خداوند مایله ما اون رو کاملا درک کنیم و نه تنها ما همه ی دنیا این مسئله رو درک کنه که رابطه انسان با خدا توسط قانون و شریعت جوش نمیخوره بلکه توسط محبت و عشق به خداونده که این رابطه ایجاد میشه محبت عزیزان کلید رابطه با خداست و خداوند همیشه رابطه قلبی رو از ما انتظار داره و درخواست کرده حتی در اولین قدم های شریعت به زعم رهبران یهودی و فریسیان و کاتبان که بسیار خشک و ظاهرسازی کرده بودن همه چیز رو برای همینی که اولین حکم ده فرمان با یک حکم بسیار مهم و زیبا شروع میشه بشنو ای قوم اسرائیل خداوند خدای تو خدای واحد حقیقی است او را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی خرد و اندیشه و توانایی خود دوست داشته باش و محبت کن این اولین حکم تورات اولین فرمان از ده فرمانه البته اشتباه نکنید این دوست داشتن زوری نیست بلکه دوست داشتنیه که از روی شناخت اتفاق میفته اگر تشریف ببرید و تصنیه فصل 6 و آیه 5 رو مطالعه بکنید ملاحظه میکنید صحبت در اونجا از اینه که باید محبت خدا رو شناخت و پذیرفت و اون رو با محبت جواب داد محبت رو شناخت درک کرد و اون رو با محبت پاسخ داد فصل دهم ده تثنیه رو ببینید آیه یه دوازده تا نوزده چی میگه؟ حرف حرف عشق و محبته اول به خداوند دوم به همسایه اول به خداوند دوم به همسایه حالا من همینجا یه جواب کوتاه میدم که همسایه من که همسایه من هم نوع منه عیسی مسیح هم همین رو میفرماید از اول قلب و دل انسان بود از ابتدا از بنیاد کار محبت و دل انسان بود خدایی رو که شما محبت شما رو محبت کرد و از اسارت آزاد کرد چه از اسارت مصر و اسارت مصر که نمونه دنیاست و چه از اسارت گناه <تص> نگاه کنید به تصنیه فصل 11 آیه یک این محبت نباید به آیه ی 16 تبدیل بشه بلکه باید همیشه توی آیه ی 22 باشه و باقی بمونه خداوند عزیزان هرگز ظاهر رو نخواست بلکه باطن رو به یاد دارید که فرمود دلهای خودتون رو چاک دهید، دل های خودتون رو ختنه کنید قوم اسرائیل اشتیاق و علاقهشون این بود که بگن آقا ما به واسطه یه عهدی که خدا با ابراهیم بست و ما این عهد رو در ختنه دریافت کردیم پس ما تافته ی جدا بافته هستیم و ما قومی هستیم که وارث ملکوت و حیات ابدی خواهیم شد بقیه اقوام هیچی اونها هیزم جهنم هستند ولی خدا میگه فکر نکنید که به واسطه این ختنه شما وارث حیات میشید شما باید دلهای خودتون رو ختنه بکنید و تا دلهای شما ختنه نشه کاری از پیش برده نخواهد شد از فصل دوازده تصنیه آیات دو به بعد تا 26 تا فصل بیست و شیش در واقع کتاب تمام قسمت تمام صحبت پیرامون تعهدات قلبیه تعهداتی که از طریق محبت بسته میشه و نمونه های خیلی زیبایی هم در موردش آمده مثل تعهد شوهری هست که به همسر خودش داره و کلام خدا میگه آیا امکان داره که مردی که به همسر خودش تعهد داده بره و با ای هم بستر بشه توی تصنیه فصل 27 موسی قبل از ورود قوم به سرزمین موعود سرزمین آزادی به قوم میگه ملعون از کسی که خدا و همسایه خودش رو دوست نداشته باشه آیه 15 و 16 موسی در فصل های 28 به بعد هم اعلام میکنه که در برابر تو لعنت و برکت رو قرار دادم و حالا نوبت توست که اون رو انتخاب بکنی. بارها خداوند این انتخاب رو در برابر ما میذاره و میفرماید بین برکت و لعنت یکی رو باید انتخاب بکنی و من به تو توصیه میکنم که برکت رو انتخاب بکن چرا باید حلاک بشی؟ فصل 28 آیات 2 تا 8 سپس آیه 15 تا 21 و بعد توی فصل 29 خداوند میفرماید تصمیم بگیر و انتخاب کن و تعهد قلبی بده و عمل کن تصمیم بگیر انتخاب کن تعهد بده و عمل کن تصنیه فصل سی آیات یازده تا آخر من به شما عرض میکنم عزیزان که تصنیه کتاب بسیار مهمیه چرا؟ چون تمام کتاب مقدس در اون خلاصه شده به اضافه عهد جدید به اضافه اناجیل طبق این صحبت ها و فرامینی که خداوند عطا کرده ایمان به خدا از عشقی که در دل ماست نشأت میگیره شروع میشه پای گذاری میشه و سپس به اطاعت از احکام او ختم میشه برای همینه که تمام کسانی که قبل از شریعت و قبل از صلیب زندگی میکردن و معروف هستند به مردان و زنان خدا طبق همین فرمول عادل شمرده میشن و منتظر بودن تا به وسیله عیسی مسیح از فردوس به ملکوت وارد بشن و بالاخره فصل 24 تصنیه که اهمیت باطن و دل رو در حضور خداوند بر ظاهر آشکار میکنه همون چیزی که فریسی ها عمدن به دست فراموشی سپرد اشتباه نکنید ما توی کتاب تصنیه درس نمیدیم من تمام اشاراتی رو که به کتاب تصنیه کردم میخوام به شما عزیزان بگم که مدرک هست که از ابتدا خدا همان رو گفته که الان عیسی مسیح داره میگه همان چیز بوده همان صحبت بوده محبت پایه و بنیاد رابطه خداست انگیزه دل انسان از دل شروع میشه همه چیز در فکر خانه میسازه شکل میگیره بنیادش گذاشته میشه و بعد جاری میشه و به عمل در میاد برای همینه که مسیح هم میفرماید شنیده اید که گفته شده من هم همون رو به شما میگم مسیح میفرماید من هم همون رو به شما میگم در اصل و بنیاد که گفته شده متا فصل 22 آیه 32 تا 41 عزیزان فراموش نکنید قانون قانون رو نساخت بلکه محبت که قانون رو میسازه چهار تا قانون اولی که در تورات هست بعد نیست یکی از اون پرانتزار رو دوباره اینجا باز بکنیم از ده فرمان در مورد عشق در مورد محبت چهار فرمان اول مربوط به عشق و محبت به علاقه است به دل به احساسات به اون جایگاهی که انگیزه به شما میده شیشتای دیگه اش در مورد ارتباطات شما با همسایه و هم نوع خودته خروج فصل 20 اگر تشریف ببرید نگاه بکنید در مورد ده فرمان اولین قانون خدا همونی که عرض کردم خدمتتون که با تمامی دل خدا رو باید دوست داشت شما یک دونه عشق دارید نه چند تا هیچ مردی یا هیچ زنی در هیچ کجای دنیا رو شما میتونید پیدا بکنید که بگه آقا من عاشق پنج نفرم در آن واحد من در خادم پنج ارباب هستم در آن واحد مگه میشه همچی چیزی یک عشق و این عشق رو باید بهش وفادار و امین بود دوم هیچ دومین فرمان در کلام خدا میگه هیچ شکل و تصویر و شمایل و نقاشی و مجسمه و تفکری در ذهن خودتون از خدا نسازید ما خیلی عادت کردیم که به جای خدا میشینیم حرف میزنیم و برمیگردیم میگیم آقا من فکر میکنم خدا اینجوری من فکر میکنم بهشت اینجوری من فکر میکنم جهنم اینجوری من فکر میکنم اصلا دنیا همینه نه بهشتی اصلا این من فکر میکنم ما از کجا آمده و خداوند میگه میگه شما باید حقیقت رو بدونید من فکر میکنم چیه هر کسی به این واسطه برای خودش یه خدایی ساخته و طبق اون خدایی که مورد علاقش هست یک استانداردهایی هم برای خودش قرار داده پس همه دارن زندگی میکنن در گناه من اینو قبول ندارم من اونو قبول ندارم من اینطور فکر میکنم من اینطور نظر میدم ما باید ببینیم خدا به ما چی میگه و کلام خدا چی میگه سوم اسم خداونده قانون سوم فرمان سوم میگه اسم خداوند رو بیهوده نبرید بعضیا هر چی که میگن یه به خدا میچسبونن بغلش به خدا اینجوری به خدا اونجوری مگه میشه آدم خاک در هوا پخش بکنه و بعد دوچار گرفتاری نشه سابق توی مل... الان هم توی ملت ما همین رسم هست مردم اینقدر برای همسر و فرزندان و خودشون حرمت قائلن که نمیگن زنم از اسم زنشون رو که نمیارن جلوی یک مهمان یا جلوی یک غریبه، اسم خانم رو که نمیارن بعضی ها کار رو از این هم فراتر گذاشتن اصلا نمیگن زن من میگن منزلمون بچه هامون منزلمون اینا بعد چطوریه که ما برای این چیزهای چیزای خودمون اینقدر احترام قائلیم بعد در مورد خدا که میرسه برای سیر و پیاز و ترشی و همه چی یه خدا کنارش میندازیم به خدا اینطور به خدا اونطور و خداوند من میکنه میگه این بی حرمتی رو نکنید چهارمین قانون روز ملاقات با پدر آسمانی است یعنی روز استراحت روز سبت خداوند میگه این روز رو فراموش نکنید من 6 روز در هفته هفت روز در هفته رو به شما دادم برید استفاده بکنید روز هفتم چند ساعتش متعلق به پرستش هست اون رو مقدس نگه دارید چون در واقع خدا میفرماید شما ملک من هستید من هم ملک شما هستم شما مال منید من مال شما هستم پس این چارتای اول با محبته سپس نوبت به شش فرمان آخر ده فرمان میرسه که محبت و عشق به همسایه است اولین همسایه من کیه؟ پدر و مادر من برای همین کلام خدا میگه به پدر و مادر خودت اگر میخوای عمر طولانی در زمین داشته باشی باید احترام بذاری چرا؟ برای محبتی که به اونها دارم برای عشقی که به اونها دارم محبت بهشون دارم پدر و مادر من هستن پس بنابراین بهشون احترام میذارم <applause> پس اگر به همسایه خودم محبت دارم خوب خواهش میکنم توجه کنید این نکته خیلی زریفه ها اگر من به همسایه خودم به هم نوع خودم محبت دارم که این محبت اول از خداوند شروع میشه بعد در خانه با پدر و مادر من رشد پیدا میکنه و به اونها میرسه بعد نوبت به هم نوع من هست به مردم بیرون اگر من این محبت رو به همسایه خودم دارم چطور حاضر میشم هم نوع خودم رو به قتل برسونم چطور حاضر میشم به زن دیگری به دختر دیگری به همسایه خودم ابراز نگاه خیانت آلود داشته باشم چطور میتونم زنان دیگر خانواده رو با نگاه و با فکر و با دل باهاشون زنا بکنم چطور میتونم ازشون دزدی بکنم چطور میتونم در موردشون دستیسه بچینم چطور میتونم در موردشون تهمت بزنم چطور میتونم پشت سرشون غیبت کنم چطور میتونم نسبت بهشون کینه بگیرم و چطور میتونم به اموالشون طمع داشته باشم چطور میتونم بهشون دروغ بگم عزیزان عشق و محبت واقعی احترام میاره اینو قطعا شما عزیزان میدونید عشق و محبت احترام میاره نه تنفر و نه تلخی و نه زناکاری معنای عشق و محبت در واژه‌نامه و لغتنامه کتاب مقدس بسیار بسیار عمیق و پیچیده است و در عین حال کاملا قابل درک و فهمه محبت و عشق کلام خدا میگه پاکه خودخواهی نداره حلیم و مهربان حسود نیست کبر و غرور نداره اطفار ناشایست نداره خشم نمیگیره و نفع خودش رو طالب نیست و به فکر دیگرانه سوء نداره و از ناراستی متنفره در همه چیز صبوره و در هر حال امیدواره از راستی شاد میشه و از ناراستی غمگین میشه اینا اینا معنای محبت در کتاب مقدسه متحمل همه میشه به همه احترام میذاره همه رو باور میکنه اگر این صحبت ها رو فهمیدیم اگر بنیاد این تفکر رو فهمیدیم اون وقت میتونیم بگیم آقا ما سخنان عیسی مسیح رو در انجیل متی فصل پنج درک کردیم ما انجیل رو فهمیدیم ما کلام خدا رو که در اول قرنتیان فصل سیزده آیه چهار در مورد محبت به بعد صحبت میکنه و میگه اگر محبت نداشته باشی هیچ چیز نداری اونجاست که اون وقت این رو درک خواهیم کرد اگه برادر رو دوست داری یا همسایه و هم خودت رو دوست داری او رو احمق خطاب نمی کنی اگر همسایت رو دوست داری برات مثل خواهرته، برات مثل مادرته، برات مثل عضو خانوادت او رو بی‌حرمت نمی‌کنی، نسبت به او توهین نمی‌کنی و با او زنا نمی‌کنی، در واقع آرزوی همبستر شدن با او رو نمی‌کنی، چون از اینجا شروع میشه. فصل پنجم آیه 31 و 32، توی این آیات عیسی مسیح تعلیمی کاملا روشن و واضح در مورد نظر خداوند در مورد یکی از مهمترین مسائلی میده که هم تاپیک اون روز بود هم تاپیک دیروز هست هم موضوع اصلی امروز هست و در آینده هم همینطور خواهد بود و مسئله طلاقه خوشبختانه در کتاب مقدس عزیزان ما هرگز با مسئله روبرو نمیشیم که بتونیم بگیم آقا این مسائل جزو شبهاته یعنی نمیتونیم در موردش قطعا نظر بدیم کتاب مقدس یک همچین واجه نداره خداوند نظر روشن خودش رو در مورد اصول و استانداردهای خودش که مایل ما به عنوان پیروان او اونا رو انجام بدیم برامون به روشنی اعلام کرده عزیزان مسئله طلاق رو باید از بنیاد و از پایه بهش نگاه کنیم و اونو مورد بررسی قرار بدیم و آغاز اون ازدواجه ازدواج شراکت و اتحاد یک مرد و یک زن در حضور خداست زن و مردی که قطعا از دو تا خانواده مختلف هستند با دو طرز تربیت مختلف هستند دارن میان که در اتحاد در حضور خداوند یک پیمان مقدس و مبارک رو با همدیگه آغاز کنن و شروع بکنن به غیر از این نکات شاید اصلی ترین نکته این باشه که برای تعریف و زن و مرد باید بگیم که آقا ما اگر همدیگر رو نشناسیم مرتب کارمون به گره خواهد خورد من بحثی در اون رابطه ندارم که قبل از ازدواج یک زن و مرد باید همدیگر رو بشناسند خصوصیات اخلاقی همدیگر رو بشناسند صحبت هم سر اینه که ما اصلا خلقت همدیگر رو باید بشناسیم ما چون در مورد خلقت همدیگه اطلاعات کم داریم اطلاعات هست در اختیار همه ولی کمتر بهش پرداخته شده و آموزش داده شده و یاد گرفته شده پس بنابراین به خاطر اینه که دارم عرض میکنم اطلاعات کمی داریم <تص> زن و مرد اصلا دو از دو تا کره دیگه آمدهن، از دو جایگاه دیگه ای هستن اینقدر با همدیگه اختلاف دارن و اگر این اختلافات تشخیص داده نشه درد سرهای زیادی توی زندگی زناشویی اتفاق میفته منباب نمونه میخوام چند تا تکه برای شما عرض بکنم که ببینید اختلافات زن و مرد چطوری هست از در بنیاد ساختاری خانم ها و آقایون بنده خودم وقتی که میرم خرید میکنم مغازه اول که وارد میشم جنس اول رو که در نظر دارم خرید میکنم میام میرم بیرون خانم ها معمولا وقتی که میخوان برن خرید بکنن سر تا سر یه خیابون رو مغازه هاش رو میرن میگردن با اینکه در مد نظرم دارن که چی میخوان بگیرن ولی بعد از چهار ساعت بالا پایین رفتن یه خیابون بعد دست خالی هم برمیگردن میان خونه و هیچی نمیخرن آقایون موجودات مبارزگر و مبارزه جوی هستند خب و خانم ها موجودات بخشنده البته خب این کم و زیاد داره مردان از چش فریب میخورند و خانم ها از گوش فریب میخورند مردان در مشکلات زندگی گوشگیر میشن خانم ها علاق مندن که حرف بزنند مردان لحظه نگر هستند و خانم‌ها ها آینده نگرند شما اگر میخواید همسرتون خیالش راحت باشه یعنی از زندگیش خوشحال باشه باید او را از بابت آینده خاطرش رو جمع بکنید خیالش راحت باشه آقایون نه آقایون همین امروز <تصح> مناسب برای <زیدن. تصح> عزیزان تک تک سلول مردان و زنان با هم متفاوته کروموزون های خانم ها دوی اکس هست و مردان اکس وای هست خون زن و مرد با هم دیگه فرق میکنه قلیستر هست ماده کردپاسل که اه توی اه مردان 20 درصد بیشتر از خانم هاست بهشون قوت و انرژی بیشتری میده از نظر کارایی بدنی عرض میکنم استخون بندی و اسکلتشون متفاوته آقایون درشترن خانم ها فراخترن نفس کشیدن آقایون عمیقتر و آرومتر از خانم هاست برای همینه که وقتی که یک زن آمد می‌ترسن، آقایون نفسشون تند میشه خانم ها از دیگه از نفس میرن از ترس نفسشون وای میسه همه چیز اینها با هم دیگه فرق میکنه مغزشون فرق میکنه خانم ها میتونن در آن واحد از هر دو طرف مغزشون استفاده کنن در یک زمان و این به خاطر دوال پروسسینگ بودن مغزشونه یعنی خانم ها استریو مایند هستن اما آقایون ماینو و برای همینه شما اگر با یه آقایی در حال رانندگی صحبت بکنید و بخواد یک ماجرای جدی رو براش تعریف بکنید و ایشون اگر دنبال یه آدرس باشه که بخواد پیدا بکنه آدرس رو یا گم میکنه یا رد میکنه ولی مغز خانم ها 23 درصد در این رابطه یعنی در ارتباط برقرار کردن بین قسمت چپ و راست مغز بیشتر از آقایون فعالیت میکنه علا رقم اون اونچه که تا به امروز به ما در قدیم تعلیم داده بودن که مغز آقایون خیلی بهتر کار میکنه علم امروز ثابت کرده که خیر اینطوری نیست مغز خانم ها خیلی بهتر کار میکنه چون در آن واحد شما میبینید خانم در آشپزخونه ایستاده هم داره آشپزی میکنه هم داره تلفن رو جواب میده هم داره هوم یا مشق بچه رو رسیدگی میکنه از اون طرف هم داره تلویزیون رو هم نگاه میکنه ولی آقایون هر جایی که هستن هم اونجا هستند اینارو رو دارم عرض میکنم خدمتون تا ثابت کنم که اگر همدیگر رو نشناسیم چه از نظر تفاوت شخصیتی چه از نظر تفاوت بدنی توی زندگی دچار مشکل خواهیم شد ازدواج هایی که ظرف مثلا یک هفته و یک ماه اتفاق میفته بیشتر مورد نظر من هست به هر صورت انسان موجود خیلی پیچیده و خانم‌ها موجودات پیچیده‌تر پس با این تفاصیل دو نفر با هم پیمان زناشویی می‌بندن پیمانی که در عین حال هم در آسمان بسته شده می‌بینیم که اکثر مواقع اونقدرها هم این پیمان آسمانی نیست یعنی توی این مسیر بالا و پایین زندگی بسیار وجود داره و گاهی اوقات خانواده ها رو به چاله چوله های خیلی خطرناک میندازه به عبارت بهتر همیشه ماه اصل نخواهد بود اما این ماه اصل نبودن و بروز مشکلات و عدم توافق داشتن با همدیگه آیا مستمسک مناسبی هست برای اینکه بگیم آقا من طلاق میخوام بگیرم؟ قطعا خیر شما مسلما توی خانواده وقتی که با پدر و مادر خودتون هم زندگی میکنید با اونها هم اختلاف نظر قطعا خواهید داشت بحثی درش پس چی پس بیایم آقا بگیم پدر و مادر خودمون رو هم دور میندازیم و هرگز دیگه اونها رو به یاد نخواهیم آورد چون باهاشون اختلاف نظر و اختلاف عقیده داریم ما در وهله اول باید معنای ازدواج و این پیوند آسمانی رو درک کنیم عزیزان که در حضور خداوند بسته میشه و هیچ انسانی اجازه این رو نداره که اون رو فسخ کنه ازدواج یک راز ازدواج یک سر ازدواج یک تصویر عالی روحانی است که نمیشه اونو شکست ازدواج تصویر گویایی از مسیح با کلیساست از رابطه مسیح با کلیساست افسوسیان فصل پنجم آیه 22 این تصویر زیبا و این سر آسمانی رو خداوند قرار داده و از اینکه انسان او رو بشکنه خداوند میگه من متنفرم از طلاق متنفرم در ملاکی خداوند میگه من نفرت دارم از طلاق چون هرگز نه تنها مشکل رو حل نمیکنه بلکه مشکلات دیگه ای هم اضافه میکنه چقدر بچه هایی که سمره ی طلاق هستند به درد سر افتادند چه از نظر روحی چه از نظر جسمی حالا بعضی ها امکانات مالی خوب دارن بچه رو میذارن نمیدونم به هر صورت خودتون دیگه اینها رو بهتر از من میدونید ولی لطمه ای که از نظر روحی بچه میخوره این این رو دیگه نمیشه جبران کرد بچه هم پدر رو دوست داره و هم مادر رو دوست داره میخوام بهتون بگم اینقدر ساده نباید همه چیز رو دور انداخت و کنار گذاشت برای بله من تفاهم ندارم یا توافق اخلاقی ندارم برای بله کنار میذارم همه این رو دارن هیچ ازدواجی که پرفکت و کامل نیست همه بندم هم خیلی نقطه نظرهام با همسرم هم فرق میکنه ولی آیا برای این تفاوت تفکر آیا میشه هم دیگر رو دور انداخت و کنار گذاشت هرگز ازدواج عزیزان برای رسیدن به خوشحالی و شادی نیست برای اعلام پیروزی آقایون نیست که بگن آقا دختر رو رو بودیم صاحب شدیم ازدواج رو بعضیا برای سر و سامون دادن خودشون مورد استفاده قرار معنای ازدواج این نیست که من سر و سامون بگیرم یا از آدمی که هستم بهتر بشم سابق می اومدن می گفتن میگفتن پسره رو به زن بدیم شاید اهلی بشه آدم بشه این معنای ازدواجی نیستش که بلکه به شادی برسیم شادی و شادی واقعی عزیزان جاییه که شما رابطه صحیح و درست و اصلاح شده با خدا دارید چون شادی و پیروزی و رسیدن به مرتبه بالا و شعن انسانی تنها در ارتباط با خدای واحد حقیقی میسر میشه و زیستن در حضور او بنابراین هر کس با خداوند رابطه درست داشته باشه ازدواج موفقی خواهد داشت برعکسش این میشه اگر شما ازدواج موفقی ندارید رابطه شما با خداوند درست نیست بی خود خودمونم فریب ندیم چون یکی از تخصصهای بزرگ ما اینه که خودمون رو فریب بدیم من بارها عرض کردم کسانی هستن که میان ادعا میکنن میگن آقا ما ما که اعتیاد نداریم که هفته هفت روز اینها پای بسات منقلشون و عرض به حضورتون که سیگارشون و مشروبشون هستن و بعد میگن ما که احتیاط نداریم ما تفننی این کارو میکنیم هر وقت میخوایم کنار میذاریم که البته این هر وقت هرگز به سراغشون نمیاد چون اصیلا احتیاط دارن ما عادت کردیم خودمون رو راحت فریب بدیم و خواهش میکنم استدعا میکنم طبق کلام خداوند در زندگی خودتون عمل بکنید و این طور خودتون رو خدایی نکرده فریب ندید ازدواج یک اتحاد روحانی است که مرتب در سر تا سر کتاب مقدس خداوند از اون استفاده کرده تا اهمیت رابطه خودش رو با قوم خودش نشون بده هوشع فصل اول آیه اول در مورد این زناکاری صحبت میکنه که منظور خداوند بود پرستیه. خدا به عنوان شوهر وفادار در برابر اسرائیل میگه همیشه به تو وفادار بودم در صورتی که اسرائیل به عنوان یک زن بی وفا و خیانتکار مرتب در کتاب خداوند در کلام خدا مورد صحبت قرار گرفته اما با تمام اعمال زشت و رفتارهای ناهنجاری که قوم در حضور خداوند انجام میده و زناکاری میکنه و بت پرستی میکنه باز کلام خدا میگه خدا به او وفاداره چون برای خداوند عزیزان این تصویر واقعی از ازدواجیه که پیمان است بسیار مهم پس متا فصل 19 آیه یک تا هفت فریسیان آمدن و از عیسی مسیح به عنوان امتحان سوال کردند متا فصل 19 آیه یک تا هفت برید به فیض خدا بعدا ببینید آمدن گفتن که بیایم مسیح رو امتحان کنیم بلکه بتونیم به تله بندازیمش سوالشون اینه آیا جایز هست به هر علتی زن خود رو طلاق بدیم؟ اصلا سوالشون غلطه یا سوالشون فریبه چون در عهد عتیق در تثنیه فصل 24 آیه یک اونا این آیات رو به نفع خودشون تفسیر کردن وقتی که میگه اگر در او توی تصنیه میگه اگر در اون ناپاکی دیدید حالا این آیه رو اینها از اونجایی که کارشون کج و مووج کردن کلام خدا و تفسیر اشتباه کلام خدا بوده آمدن اینطور اعلام میکنند که به هر علتی شما میتونی زنت رو طلاق بدی توی این رابطه یک آقای هست به نام ربای هلایر که ایشون این آیه رو اینطور تفسیر میکنه میگه شما به هر دلیلی میتونید همسر خودتون رو طلاق بدید اگر غذا رو سوزوند اگر پیرن شما رو سوزوند اگر غذا کم نمک یا با نمک بود اگه پیر شد اگه زشت شد اگه یک زن جوانتر گیرتون اومد اگه یک چیز بهتر گیرتون اومد به هر دلیلی طبق این دلایل شما میتونید زنتون رو طلاق بدی. در صورتی که اصلا یه همچین چیزی این آیه نمیگه و منظور کلام خدا در تصنیه فصل 24 آیه یک اینه که اگر در اون ناپاکی دیدی یعنی اگر زنا کرد شما در عهد جدید هم فقط به علت زنا اجازه طلاق رو کتاب مقدس به ما میده پس مسیح توی آیه چار جواب اونها رو اینطور میده که مگه نخوندید کجا؟ خب منظور مسیح در تورات دیگه در عهد عتیق پس اونجا نوشته شده که اینا خوندن و اینها عوضش کردند مگه نخوندید در ابتدای کتاب مقدس که یک مرد و یک زن با پیوستن به هم یک میشوند. این فرمان خداست یه مرد با شیشتا زن نه ها یک مرد با یک زن و این فرمان خداست اونا در آیه هفت سوال میکنن از مسیح که خب اگه اینطوریه پس چرا موسی به ما اجازه داد که طلاق نامه بدیم و مسیح توی آیه 8 جوابشون رو میده میگه هرگز خدای همچین فرمان این رو نداد و این کار رو موسا انجام داد از دل سختی شما انجام داد موسا این اجازه رو به شما داد خدا این اجازه رو نداد سنگدلی شما بود که موسی رو وادار کرد که اجازه بده طلاق بدید وگرنه هرگز خدا این اجازه رو نداده بود حتی در مورد عمل زنا هم خدا میگه اگر میتونید ببخشید شما گمر رو نگاه بکنید همسر هوشه این خانم یک فاحشه بود آیا شوهرش هوشه او رو طلاق داد نه آیا یهوه سبایوت که خودش رو به عنوان شوهر اسرائیل اعلام میکنه زن خیانتکار و بیوفای خودش اسرائیل رو مگه طلاق داد هرگز هاشا مگه مسیح کلیسا رو طلاق داد متاسفانه عملکرد کاتبان و فریسیان این گونه غلط بود که به مردم تعلیم داده بودند که آقا هر دلیلی یا اونایی هم که یه خورده جدی تر بودند به زنای ظاهری و مسیح به اونها میگه زنا از درون شروع میشه از دل و نه زنا تنها بلکه همه شرارت ها این معلمین مردم رو به استانداردهای خودشون تعلیم میدادند و نه استانداردهای خدا و فقط ظاهر برای اونها مهم بود و بس فقط طلاقنامه رو یادتون نره که به دستش بدید که حتما خیالتون راحت باشه هیچ مسئولیتی دیگه گریبانگیر شما نخواهد عزیزان این همین واقعه رو شما توی انجیل مرقس فصل ده یک به بعد هم میبینید که ذکر شده فریسیان از روی ریاکاری این سوال رو میکنن و مسیح باز میگه باز بر برشون میگردونه به بنیاد این اتحاد و پیمان که یک زن و یک مرد اصلا اگر به خاطر داشته باشید مگه مشکل یحیا چی بود که به قتل رسوندنش مشکل یحیا توی انجیل متا فصل 14 آیه 3 تا 5 مشکلش این بود که هیرودیا زن برادر هیروس هیرودیس بود و این ازدواج زناکاری بود و یحیی تعمید این رو اعلام میکرد و اینا خوششون نیومد گفتن ببرید گردنشو بزنید بر چه مبنای یحیی این حکم رو میده بر مبنای عهد عتیق این حکم رو میده برای اینکه اصلا یحیی تعمید دهنده نبی عهد عتیقه ایشون نبی عهد عتیقیه که در مورد انجیل داره نبوت میکنه و داره بشارت میده و شهادت میده عیسی مسیح مثل بقیه سخنانش توی عهد عتیق که به کلام خداوند مسما شده به قلب مشکل نگاه میکنه عزیزان که گناه و طلاق گناهه هم برای تو و هم برای اون زنی که به واسطه طلاق دادن شما شما او رو به عقد و ازدواج مرد دیگری در میارید و او رو مجبور به زناکاری میکنید پس چرا شاید سوال این پیش بیاد پس چرا در کتاب مقدس در مورد طلاق صحبت شده بذارید بهتون بگم در کتاب مقدس خیلی چیزها به ثبت رسیده نوشته شده اما دلیل اون نیست که خدا اون رو تایید میکنه در کتاب مقدس در مورد قتل هم نوشته شده آیا خدا تایید میکنه که قتل بکنیم نه گزارش داده شده اما در کلام خداوند هم اعلام شده تنها به یک دلیل مرد میتونه از زنش جدا بشه و اون دلیل زنا هست بذارید در مورد این توضیح بدم زنا کلمه ابریه انگلیسی اون ادالتری یا فورنیکیشنه یونانیش هم پورنی پرنیاست که همین کلمه پورنوگرافی هم از اون گرفته شده که توی متا فصل 19 آیه 9 ازش استفاده شده یعنی هر نوع رابطه دقت کنید عزیزان هر نوع رابطه جنسی خارج از چهارچوب ازدواج بین یک زن و یک مرد زنا محسوب میشه چون چیز دیگری وجود نداره اصلا مرد با مرد زن با زن اصلا اینها دیگه اصلا باطل هست اینها از بین اصلا شن کلام در این نیست که در مورد صحبت بشه و من هم صحبت نمیکنم ولی برای اینکه نباد خدای نکرده سوء تفاهمی بشه کسی بگه آه پس اون اون میشه میخوام عرض بکنم اون اصلا از قاعده خارجه پس بنابراین این هر نوع گناه جنسی خارج از چارچوب ازدواج در واقع مرگ ازدواجه اگر کسی خدایی نکرده در زمانی که تعهد ازدواج و پیمان آسمانی رو با شخص دیگری داره و در اون زمان با شخص دیگری هم هم بستر بشه درست مثل اینه که گلوله بر شقیقه ازدواج خودش خالی کرده و بنابراین مرگ او رو رقم زده و کلام خدا میگه کسی که مرده شریعت بر او دیگه هیچ اقتداری نداره پس بنابراین به این دلیل تنها میشه رفت و طلاق رو انجام داد چون دیگه طرف مرده اگر زن و شوهری دور از مسیح با هم ازدواج کنند چی؟ خب خوشبختانه در بین ملت عزیز ما به خاطر رویدادهای چند دهه گذشته پیغام انجیل بیشتر رسیده و ازدواج صورت گرفته یا حالا ازدواج رو نگیم ازدواج هایی بوده که بعدا یکی از طرفین پیغام انجیل رو شنیده توبه کرده و ایمان بوده سوال اینجا اینه اگر کسی در یک همچین شرایطی قرار بگیره حکم برای او چیه کلام خدا در این رابطه هم خیلی روشن و واضح صحبت میکنه اگر شما در هینی که ازدواج کردید و در تعهد هستید پیغام انجیل رو بشنوید توبه کنید و ایمان بیارید و به همسرتون و به شوهرتون هم بگید بگید که بر بنده ایمان آوردم و اگر ایشون مایل باشه که با شما زندگی بکنه و ادامه زندگی بده شما موظف هستید که با او زندگیتون رو ادامه بدید اما اگر برگشت و به شما گفت که تو نجس شدی تو به درد نمیخوری تو از راه بدر شدی من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم من نمیخوام تو رو به عنوان همسر داشته باشم به عنوان شریک داشته باشم اون وقت کلام خدا میگه شما از این قید تعهد آزاد هستید میتونید تشریف ببرید اما اگه شوهر من منو طلاق نده و بگه من میخوام با تو هم زندگی بکنم اما به تو دستور میدم که احکام خدایی رو که بهش ایمان آوردی انجام ندی یعنی حق نداری کلیسا بری حق نداری دعا بکنی حق نداری طبق کلام خدا مثلا اگر یه جا لازمه باید دروغ بگی من بهت میگم دروغ بگو باید بگی پس حکم من اونجا چیه؟ اونجا هم شما وظیفتون این است که در وحله اول خداوند رو احترام کنید تمام شده رفت جایگاه اول در زندگی ما عزیزان همیشه خداونده <تص> اما یه نکته دیگر هم میخوام بهتون بگم و اون این استش که باز یکی از اون پرانتس هاست در گذشته شما و قبل از اینکه شما توبه بکنید و به خون ریخته شده عیسی ای مسیح خداوند برای کفاره و آمرزش گناهانتون ایمان بیارید هر چه کردید تمام شده تا قبل از اینکه توبه بکنید هر چند دفعه ازدواج کردید طلاق گرفتید هر کاری که کردید تمام شده از الان به بعده که برای شما حساب میشه، از زمانی که توبه میکنید و ایمان میارید برای شما حساب میشه، چون از الان که شما در عیسی مسیح خداوند خلقت تازه هستید. شما در مسیح مردید و در مسیح قیام کردید. پولس رسول میگه میگه از این به بعد من زندگی نمیکنم، من با مسیح مردم و اینک مسیح که در من زنده هست زندگی میکنه. من برای او زندگی میکنم. دیگه برای خودم زندگی نمی کنم. چرا؟ چون خلقت تازه ای هستم ایسای مسیح به این رهبران میگه میگه شما فکر میکنید چون کننده این کارها نیستید آدمای عادلی هستید شما فکر میکنید چون آدم نکشتید قاتل نیستید در صورتی که تنفر و خشم و کینه و حسادت و نمیدونم چیزای دیگه بارها و با بارها شما رو به گناه انداخته شما فکر میکنید زناکار نیستید ولی همونطور که با چشم دنبال میکنید یک نفر رو و آرزو میکنید که ای کاش میتونستم با این هم بستر بشم شما همان دم در دل خود با او زنا کردید زن خودتون رو طلاق میدید تا با اون دیگری ازدواج بکنید این خودش زنا دیگری است و شما زنا کردید آیا نمیدانید که خداوند به دلهای شما نگاه میکنه این کلماتیه که خداوند میگه این کلماتیه که کلام خدا میگه آیا نمیدانید که خداوند به دل شما نگاه میکنه دلهایی که پر از گناه و فساد و تباهیه خدا واقعا فیض بده عزیزان به همه ما همه ما که یک بار دیگه یک نگاه تازه تری به ماجرا بندازیم اهمیت این نگاه برای ما ابدیت ما رو در بر خواهد گرفت مطلقا ارز میکنم مطلقا 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 راه دیگری نیست برای اینکه فرصت دوباره ای داشته باشیم تا وقتی که با حقیقت در اون طرف روبرو میشیم برگردیم و بگیم خداوندا اجازه بده برگردم تا جبران کنم همان صحبتی است که عیسی مسیح در روایتی که در انجیل لوقا فصل گمان میکنم یا 15 یا 16 اعلام میکنه فصل 15 است که شخص ثروتمندی به نام ایلازر و اون گدا ثروتمند و اون ایلازر فقیر که هر دو میمیرند و بعد این آقای ثروتمند که همه چیز همه جور امکاناتی در زندگیش داشت و از زندگیش بهره می و همه خوشی رو تجربه کرده بود در کنار در خانهش یک گدایی هم به نام ایلازر نشسته بود که از پسمنده خوراک این آقا آرزو داشت که غذای خودش رو تهیه بکنه و زخمی و اوریان و گرفتار افتاده بود و سک ها می آمدن زخم او رو میلیسیدن میگه هر دوی اینها مردن رفتن و بعد وقتی که چشم این آقای ثروتمند باز میشه اونجا فریاد میزنه که من در تنگنا هستم آیا امکانش هست که برم و دوباره برای خودم کاری بکنم و خداوند میگه خیر میگه حداقل پس بذار برم به خانواده‌ام بگم به برادرام بگم به خواهرام بگم به پدر و مادرم بگم به اونا بگم که اینجا چه خبره و بعد خطاب کننده میگه موسا رو فرستادم انبیا رفتن انبیای عهد عتیق رفتند و بعد دوباره این ثروتمند در آتش جهنم فریاد میزنه میگه اگر یک نفر از اینجا بره و بهشون خبر بده باور خواهند کرد و کلام خدا میگه عیسی مسیح از مردگان برخواست او که از بالا آمد به بالا هم بازگشت مسیح به ما بارها گفت پس هوشیار باشیم عزیزان اون چه که امروز انتخاب میکنیم و انتخاب ما عمل ما رو در بر خواهد داشت و در پی خواهد داشت این عمل آینده ما رو نیست خواهد ساخت خدا فیض بده واقعا دعا میکنم که خداوند چشمان همه ما رو به حساسیت این موضوع بیش از هر وقت دیگه ای باز بکنه دوستان عزیز من درس امروز رو اینجا به پایان میرسونم گمان میکنم من یکی دو تا برنامه دیگه بیشتر در خدمت شما نباشم چون سری اول این درس ها که نمیدونم دوازده سیزده تا بود یا سیزن اول داره به پایان میرسه از همون حدسی که من روز اول در جلسه اول خدمت شما عرض کردم که به هیچ عنوان گمان نکنم ما بتونیم مقدار زیادی نه اینکه نه تنها تموم بکنیم نه مقدار زیادی از انجیل متا رو بتونیم تفسیرش رو جلو ببریم حدسمون درست در اومد پس بنابر این این دو سه جلسه آینده رو هم با اینکه من واقعا سعی خودم رو کردم که به های خودم وفادار باشم و از چارچوب این خارج نشم تا نبادا اضافه حرف نزده باشم نبادا وقت بیشتری گرفته بشه و خیلی هم مسائل رو فشرده و بقول معروف به همدیگه ادغام کرده بودم با این حال موفق نشدیم که بتونیم شاید نصف نه تنها نصف نصف کمتر انجیل متا رو هم با همدیگه بررسی کنیم اگر خداوند فیض بده شاید بتونیم سیزن دوم رو هم داشته باشیم بستگی داره که چقدر شما این سیزن اول باعث برکتتون شده و اگر خدا فیض بده قطعا میتونیم سیزن دوم رو هم داشته باشیم و در ادامه اون دیگه نمیدونم تا اونجایی که خداوند اجازه بده در هر صورت شما برای من دعا کنید برای ما دعا کنید ما هم برای شما دعا میکنیم و دوستتون داریم خدا شما رو برکت بده تا هفته آینده و درس بعد شما عزیزان رو به دست خدای زنده میسپارم آمین خدا شما رو برکت